سلام سلام سلام. من بهش گفتم که خانم دکتر سر شلوغا، اما نمیدونم چی شد یو اسم شما رو آورد. من به خاطر شما و یه جا وسط مریضا واسش باز کردم. حسین تو اینو میشناسیش؟ تازه باش آشنا شدم. بین تمام در و داغونایی که میشناختم این دیگه صدر زیاد ولی آقا درست صحبت کن. قاطی آقا قاطی که قاطی بارو بیرون بینم بیارو بیرون دست تو کش بارو بینم کس رو هم داری بیا پایی ببینم وجود داری بیا پایی تو با کس رو هم داری چه سنه میرون تو سنه نه پسر خالمه چرا آمدی اینجا؟ اگه با من کاری داشتی میامدی سراغ خودم. اومدم اما این آقا وکیلای خورد خودبازی در آورد، نشد که با من باشنشیم. منم که باید تحقیقات میکردم. تحقیقات چی؟ تحقیقات راجب خواستگار منیژر خودم. شما چرا خودتو قاطی میکنی؟ رفتی داره؟ راستش منم نمیخواستم خودمو قاطی کنم، ولی از اونجایی که سعید پسر منه یه جورایی همه چی واسه خودش قاطی بودی شد. نمیخواد بمونی پیش من. نه باجون باید داری شما. سعید جان بیا تو ماما. برس بیا تو. درست میگم آقا کی؟ زیاد لفظ نیاد داداش، برو سر اصل مطلب. سری ما وقت نداریم. اصل مطلب اینه که من ناپدری خوشم نمیاد. خیال کردم دومه تو چیدم. من خودم نمیخوام باهات رابطه داشته باشم، ولی به رابطه تو و پسرت هیچ کاری ندارم. داری دلت که نمیخواد شل و پل بفرستمت پیش مامان جون دکتره. خودم میکشمت. چرا بابا من میزنی؟ چرا بابا من میزنی؟ سعید بیا تو. چرا بابا من میزنی؟ از فردا که بیافتم دنبال گرفتن بچه، نمیتونی از 10 کیلومتری منیجم برمیش. میدونی که جون اونه و جون بچهش، یعنی بچه هم. از فردا باید بگردی دنبال کار، دیگه واسه خرجی تو کلفتی نمی کنم. سعیدش کارش میکنم. اندازه پول یه وکیل خوب پس انداز دارم. میخوام برای همیشه پا تو از زندگیم ببرم. فکر خامی اگه خیال کنی زنت عقب دلش رفت واسه اینکه بشه عروس یه خانم دکتر که مثلا بخواد یه زندگی عاشقانه درست کنه. ما اگه پی عشق عاشقی بود نمیتونست پات وایسته و ترکت بده؟ باز چی 2 سال پاشو توی کفش میکرد که طلاقشو بگیره؟ اومدم یه پیشنهاد بهت بدم. بگو. من میرم دادگاه، بچه‌رم میدم به منیجر. نمیخوام برگشت بشنوم. مرد بچه‌شو معامله نمیکنه. به جون خودم اگه یک کم پول دستم بیاد یک کاسبی را میمزم. میرم دنبال زندگی، میرم تو کار ترک، شایدم برم کویتی جایی واسه کار. دیگه هم ریختم اونه. چقدر میخوای؟ راه دیگه یه ندارم داداش. 2000 تا راه هست. یکیشو یه ماشین برات میخرم باش بریم مسافر کشی. این چه خریتی که تو داری میکنی کسرا؟ بعدش هم همون داری که خودت گفتی، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. تو حرف منو نمیفهم. تو کار عاشق نشدی. مزخرف نگو. خریت تو داره که ننداز گردن عاشقی. شما تا امشب 1.5 واسه پیش پرداخت میدی به ما، فردا که من رفتم دادگاه و کار تموم شد ماشین میگیرم. فکر میکنی جانگیر آدمیه که راحت بشینه ما زندگیمونو بکنی؟ اگه اون آدم اینطوری دست برمیداره چاره ای ندارم، باید این کارو بکنم. ای خود دست بر نمیداره. من اینجور آدم ها رو میشناسم. این پولی که بدی تازه اول بدبختیته. هر روز صبح که با ساقیش قرار داره اول باید بیاد اینجا تو رو تلکت کنه. فردا صبح زنگ بزن پولو ببینم. منم با دیگم. تو واسه چی؟ داداش تو که پاستوریزه ای نمیتونی با اینا کل کل کنی. خوب شد یه راه اومده. اما بیام دو تا کمپوز نرم کنم بیا رو آمار دستش بیاد یا نه؟ من تا صبح بیس کنم از اون بارم مستقیم هم در خونتون با هم بیدم. نمیخوام. من باید برم. صبح هم بیسه میگم. سین. حسین مطره چی هستی اینجا؟ بگوش بگو 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 بگو
الو. بله. کجا؟ خیلی خوب باش. پیداش میکنم. الو علیرضا سلام چطوری؟ قربانتو علیرضا تو از حسین خبر نداری؟ نه هادیو پیداش نمی کنم موبایلش خاموشه. آها خیلی خب ببین اگر حسینو دیدی بهش بگو زنگ زدم کارش داشتم. باش قربانت خدا. بابا غلافش کن خفمو کردی به خدا. سهراب چیه؟ چقدر طول میکشه؟ چی چقدر طول میکشه؟ همین که رو پولش کنیم دیگه. چقدر طول میکشه؟ بستگی به قدرت بدنیش داره. شنیدی؟ سهراب یه دقیقه میشه بیای پایین. چیه؟ ببین سهراب من این کریمه رو که نمیشناسم یه وقت نزنه ناکارش کنه بکشتش. نه ترس بابا من بیشتر از 10 تا عملیات طالبای کریم رفتم. بلده چه جوری بزنه که یارو نمیره. جهان اگه ترسیدی یا کپ کردی بگو تو از همینجا بی خیالش. اگه دیگه الان میشه بی خیالش شد. شدنش که میشه. ولی باز شب بیای قهوه خونه واسه حساب کتاب. حساب کتاب چی؟ کریم دیگه. اون تا وقتی ندونه که کاسبه محال صبح زود بلند شه. اگه بفهمه الکی بیدارش کردی واسه اون مصیبت میشه. حالا صحبت هست 500 تا. چه خبر 500 تا؟ تو نمیدونی چه خبره؟ خیلی خوب بابا. خیلی خوب چی؟ بمونیم یا بریم؟ بمونیم ولی تو رو خدا نزنید ناکارش کنید. نه تا نمیزنی. جهان اگه بخوای دست پا چلفتی بازی در بیاری تو اونشو خودت باز بدی. فهمیدی؟ زمنان اول اونو بکش بعد سوار شو. تازه ترکم اذیت میشه. اینجا قرار گذاشتی؟
کی میری دادگاه؟ پایه کی برم؟ همین الان. اگه نرم؟ بده من پشیمون شدم. خیلی کم طاقتی بچه دکتر. تو از همین حالا داری بازی در میاری؟ میدونی؟ فکر کردی الکیه همینجوری بیای زندگی مردم و 10 تومن به همه رزی بریم. 10 تومن؟ درمایی نبود. اکرامو کردم دیدم کم گفتم. بده من اون کیفو من از اول سرش رو بکنم. بذاره بقیرشه بگیم موتور رو مرده بیا با چطوری؟ داشت خوب شد اومدی دیگه داشتم خیال میکردم اون دنیا خوبی؟ آره چیزی نی فقط یکم پام درد میکنه آقا فرجی چی شد؟ آره چطوره؟ فرجی هم خوبه عملش کردن هنوز تو بخش نیوردنش چیزی میخوری برد بیارم؟ فکر کنم یه ذره تشنمه شد خوشگل بودی خوشگل تر شدی حسین وقتی فهمیدم خیلی نگران شدم سر کرکره مغازه رو کشتم پایین بیارم ببینم چت شده دست درد نکنه داداش بیا به مامانت هم چیزی نگفتم همون بهتر بیچاره هول میکنه ولی خب نگران تو 10 بار زنگ زده تو چی بهش گفتی؟ چی بگم؟ گفتم تو ایسکا مونده دیگه کار داشتی علی اولی که پیدا خواهده بیا ببینم تا کی میخوام من اینجا نگه دارم یه خوالا فعلا اینجا هستی یه زنگ به این مادرت بزن بنده خدا رو نگرانی حداقل در بیار بیا حسین صبح کسرا هم زنگ زد دنباله دارم کی زنگ زد؟ چته؟ میگم کی زنگ زد؟ صبح ساعت چند؟ حدود 8 چطور مگه؟ الان ساعت چنده؟ 9:30 میگی چی شده یا نه؟ ای وای آقا میگی چی شده یا نه؟ علی ببین داشت این لباس حسین با کجاست کجا میخوای بری؟ باید برم ببین این کار واجب دارم خب هر کاری داری بگو من برم برات انجام بدم نه داشت کار تو نیست چی کار میکنی حسین؟ هیچ این لباس ها این توه نه چی شد؟ اینجوری شده این؟ داشت بکن لباس رو بده من بپوشم چته حسین؟ میگم بده لباس رو به من خب این لباس رو بدم به تو خودم چیکار کنم؟ تو اینو بپوش برو خونه لباس رو عوض کن دیگه خودت این کسافت رو نپوشی بعد به من میگی بپوش برو خونه؟ داشت من وقت ندارم خونه نمیرم که میگی تو این کلت چی میگذره یا نه؟ علی لباس رو میدی یا همین لباس رو بیمارستان برم الله اکبر اعصاب آدم رو تو خورد میکنی
دیگه چیه؟ این موبایلت هم بده من ببرم. من دارم میرم در مغازه. شماره رو که داری؟ آره. اگه صلاح دونستی یه زنگ بزن بگو داری چیکار میکنی. آقا چرا حالیت نی علی؟ این کاری که دارم میرم سراغش مربوط به خودم نیست، نمیتونم بهت بگم. خیلی خوب برو. بفهم دیگه. برو. شده. چرا تماقا شنیم؟ بگی بالا سرت ببینم. وقتی گریه نمی کنه که چیزی نشده خدا بزرگه. قصه نخوردش. قصه نخورد درست میشه. چی میگه این؟ هیچی بابا این که قضیه خبر نداره. آروم باش. خیلی گوشتمه جون سورا نصف وقبالی ها خالی کردم تو ماشین یه دم داری میخوری یکم خودتو جمع کن دیگه بابا اینا که بچه بازیه هیچی غذا نمیشه سوراب جون یکم تعمال کن برسیم به مکان یه فکری واسط میکنم بلا سعی نکن برم چی شده کسرا جا برای چی میزنی این بود اون بچه ما زلفی که میگفتی من احمقا بگو که گوی دای عملی رو خوردم یکی بذاریم تو گوشه که همه یه پولک رو میکنه این بود این بود به من که تو کریم حریفش نشدی بشو جان خفه شو قتل انداختی گردنمون قتل کدومه خودش افتاد با بگو که میفهمه که باور میکنه زنده است سورا بیا بریم درش بیاریم کسرا چی میریم بابا پاشو بیا جواب بیا بری زنده است سورا بذار درش بیاریم بابا که اینم زنده مونده باشه فکر میکنی چیزی ازش مونده ببینیم چه خواهد چون تو سرمون بریزیم بیا
چی مرسن؟ چی مرسن؟ افهمیدی کی تو رو زد؟ کجاست؟ کجاست؟ بشی میریم بابا، خواهد تو خسته نکن. کریم کریم رو پایی؟ بدبخ شدیم سارا، بدبخ شدیم. گشنمه درک میگم سرحالی یا نه؟ آره فکر کنم رو پا باشه. باشه که خیلی کار داریم. باشه منه من تا غذا نخورم از جام تکون نمیخورم سهراب جونا. ببین کریم خفه شو، حالی ته خفه شو. یه سیگار به من بده. میگم یه سیگار به من بده. مگه تو ترک نیستی؟ ببینم از این موضوع که به کسی آمار ندادی؟ نه، آمار چی بدم؟ ببین جهان، حواستو جمع کن. به کسی گفتی ما اینجایی میگن نه؟ نه بابا، نمیدونم اصلا چه فرقی میکنه. ما میگین اینجا چه خبره؟ ما هم مطلعشیم. دنبال پسره که گذاشتیم افتاد تو چه همین؟ مرد؟ نه، لالکه. باشی مینا، باشی جمع کنی. تو موتور بیا، من و جهانم با ماشین میریم. بعد یه مدتی اجازه سرمخشیم. باشی مینا. سهراب جون ببین، این پسر شاید زنده باشه هنوز، بی خودی شرش نکن. ببین این پیرزنا، ای واسه من قلقل نکن. اون اگه زنده هم باشه واسه ناکار شدنش باید یه عمر بری زنده. میری من باید این موضوع رو همینجا تمومش کنم. تو هم اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی میندازمت داخل دستمون. فهمیدی؟ برین بشینین با هم مشکلاتتون رو حل کنین. باشه بینم، باشه را بیا، موتور را بنداز. موتور رو باز چی میبری؟ داشت درد سر میشه. بذارم اینجا؟ بذارم تو باقه همون؟ بدبخ، اگه بگیرنمون رو موتور اینجا پیدا کنن واسه همون بد میشه. دیگه میتونی بذاری زیرش؟ اجا تو شهر ولش میکنی، سویچ هم میذاریم روش، یه دل دوزی چیزی پیدا میکنه و همی داره میبره به نفع ما. ها؟ باشو بچه جمعش کنم. باشی بچه بازی ها چیه در میاری جهان؟ از فردا تو رو خدا بابا یه مدت میریم یا جا مخفی میشی. اصلا میریم خونه محمود جعفری، خوبه؟ بابا که از آسیاب افتاد دوباره پیدا ما میشه. چشم هم بذاری پرونده مختومه. بس کن سهراب، من میخواستم یه 20 میلیون از این یارو بکنم بعدم برم پی زندگیم، پولش به جهنم. تو داره یه قتل میندازی گردن من. اگه میخوای چیزی گردنت نیفته مثل بچه آدم حرف گوش کن. ببین فکر و فامیل این پسره فقط تو رو میشناسن، من کریمو نمیشناسن. حواستو جمع کن، منم خوش ندارم به خاطر روحی لطیفتو تابلو باشم. حالیته جان، اگه بخوای واسم درد سر درست کنی بچیری واسه درد سر درست میکنم.
من پای قتل نیستم سهراب. بس کن جهان، تمومش کن. مثلا اگه بس نکنم چی کار میخوای بکنی؟ کلکی منم میخوای بکنی ها؟ من دلم نمیخواد بچم وقتی بزرگ شد درد اینو داشته باشه که باباشو واسه خاطر قتل اعدام کردن. با این عملی که تو داری به 3-4 سال نمیرسی که شهرت کنده است. وقت واسه پسرت چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه لامصب، فرق میکنه سورا، فرق میکنه. کجا؟ واسه ببینم. میگم واسه تو قبول باشه آجی. قبول حق باشه آجی. سلامت. آجی خانم دکتر شیرزاد کی میاد؟ ساعت 4. منشیش زودتر نمیاد؟ چیکار داری بابا؟ کار دارم باشون. برو ساعت 4 بیا بابا. آجی الان کجاست؟ کی؟ خانم دکتر شیرزاد دیگه. من چه میدونم؟ شاید الان بیمارستان باشه. کدوم بیمارستان؟ چیکارش داری؟ من دوست آقا کسرام پسرشون.
تو که دوست آقا کسرایی چرا از خودش نمیپرسی؟ حاجی گیر نده سر جدت. میگم کدوم بیمارستانه؟ بابا جون من که شما رو نمیشناسم. اینجام برای خودش حساب کتاب داره. دکتر مکترام وضعشون خیلی خوبه. اینه که منم باید مراقب همه چی باشم. ببینم کی به کیه، چی به چیه. ناراحت نشی بابا جونا. یه وقت دزموزی بخواد آدرسی چیزی ازشون بگیره. من چه میدونم آخه؟ آجی دمت گرم. معلوم از آدم با عشقایی یا. ما آدرس خونهشونو که نخواستم فدات شم. میگم کدوم بیمارستانه؟ ببینم. تو دوست آقا کسرایی؟ آره جون خودم. چه خوبی بود. بقیه یه فعمل داشت. دیگه. بریم. بقیه یه فکرم واسه این موتوره بکنیم. بابا سهرا ولش کن بزن همیشو بمونه دیگه. با تو ماخه تکون خوب. چیر میده. حسین تو واقعا اینو الان باید به من بگی؟ خانم دکتر شما همین الانش هم نمیذاری ما حرف بزنی. بعدش هم تازه مگه من باید به شما بگم؟ پس کی باید بگه؟ تو که میدونستی کسرا میخواد یه همچین کار احمقانه ای بکنه نباید منو زودتر در جریان میذاشتی؟ خانم دکتر یه حرفی میزنی ها. انگار کسرا بچه مدرسه ای من بیام چغلیشو به مامانش بکنه. اگه میخواست آدم بکشم همین حرفو میزدی؟ این داستان فرق داره. چه فرقی داره؟ حالا کجا قرار گذاشته؟ جای قرارشون به چه درد ما میخوره؟ شما منو برسون به منیجه خانوم، من جای جهانگیر رو پیدا کنم. دو ساعته که اسرا خونه است. حسین بس کن. خواهش میکنم دیگه بس کن. تا حالا هر چی طرح و نقشه کشیدی بسه. دیگه کافیه. میریم پیش پلیس. خودشون بهتر میدونن چیکار کنن. بریم پیش پلیس دیر میشه خانم دکتر. تو چه بلایی سرت اومده حالا؟ نمیذاری آدم حرف بزنه که. دیروز رفتیم عملیات موندم زیر آوار، بردنم بیمارستان. خب پس چرا از بیمارستان اومدی بیرون؟ اصلا مثل که شما متوجه نیستی رفقت به فقط چیه خانم دکتر؟ قضیه رفیقم حاده. ای بابا حسین، ای بابا از دست شما. واقعا که همه تون این هم میمونین، فقط فکر میکنین که بزرگ شدین. همون بچه کوچولویی که بودین هستین. دونه دونه باید بهشون چیز یاد داد. کمربند تو ببند. ما
جمع سر ما علکی داریم وقت رو از دست میدیم. سرکار سواز تو جودی. یه نیروی وظیفه رو برداریم با خودتون ببریم ببینیم آقای جهانگیر پهلوانی رو پیدا میکنیم یا نه. ایشون هم میاد برای شناسایی. جناب صاحب ما الان با این وضعیت نمیره خونه بگیره بخوابه که. بالاخره ما باید تحقیقاتمون از یه جای شروع بکنیم دیگه. بریم. با سرگروه هم. حالا چیکار کنیم؟ بینیم کلانتری تشکیل پرونده میدیم تا بینیم چی پیش میادش. بابا بالاخره تو این قهوه خونه یکی آماره این جهانگیر رو داره دیگه. دو نفرشون رو قفونی ببریم سه سوت آمارش رو دادم بهمون. نمیشه مردم علکی دستگیر کرد ببریم بازشویی که. آقا بریم. سرکار شم شدی بابا تو یه چیز بگو. بابا یعنی میگی دنبال ما؟ نمیدونم چی کار کنیم؟ فعلا باید آفتابی نشیم. بعد آمار بگیریم ببینیم دنبال کیه. بعد مصیبتی شد. نه ترس. جان که از زبون افتاده. پسرم که تا حالا حتما رفته تنگ جهان. کسی نیست که آمارمون رو منفی کنه. Thank you.